نهم شهریور ماه 1397 خورشیدی و 31 اوت 2018 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به یکی دو نتیجه اجتماعی حکومت روحانیت بر ایران، صیغه و اعتیاد، تا اونجا که برسیم. پرده آخرم از نتایج همین حکومت در آخر برنامه، دیگه بخش خرافه ای که همیشه در پرده های آخر میبینید. تقدیمی این هفته مربوط است به اعتراض ها و اعتصاب های کارگری. حقوق پایه کارگرا رسما طبق قانون کار 1,200,000 تاست، یعنی 1/3 حداقل هزینه زندگی طبق آمار رسمی. باز هیچ کس هم ککش نمیگزه که از کجا باید خانواده های کارگری بیارن بخورن، چجوری زندگی کنن. همین 1/3 زیر خط فقری رو که خودشون تعیین کردن نمیدن، و این مهمه. اساس همه اعتراضای کارگری، اساسش حقوق معوق است، حقوق عقب افتاده است، اخراج و کاهش تولیده، واگذاری کارخونه ها به دوروریا یا به بانک هاست به اسم خصوصی کردن که نتیجه شده خوابوندن تولید و بیکار شدن کارگران، با گرونتر شدن مداوم هزینه زندگی که دیگه به حد باور نکردنی رسیده. اعتراضای کارگری هم به طور طبیعی بیشتر و بیشتر میشه. از اول هفته گذشته کارگرای پتروشیمی گچساران در اعتراض به حقوقهای عقب افتاده اعتصاب کردند. کارگرای گروه ملی فولاد اهواز از دو هفته پیش اعتصاب کردند، رفتن جلو بانک ملی و که شده صاحب گروه ملی فولاد که مال مهافرید امیر خسروی بود، اینا مصادره کردن و الان به هر حال دست بانک ملی. کارگراش از دو هفته پیش اعتصاب کردن، رفتن جلو بانک ملی و استانداری که اعتراض بکنن چرا تولید راکت مونده، چرا به این وضع افتاده و ما بیکاریم و میخوان خلاصه اخراجمون کنین، ماجرا چیه؟ چهارشنبه پیش بالاخره بعد از نزدیک به دو هفته اعتراض کارگرای فولاد، این اعتراض نتیجه داد. اولین محموله مواد اولیه رسید و ظاهرا تولید را انداخته. بعد کارگرها بازنشسته های فرنخ و نازنخ هم هفته پیش در ارتباط با حقوق های پرداخت نشده شون جمع شدن جلو استانداری قزوین. تجمع کردیم که برای طلب 10 سال حقوق افتاده و مطالبات بازنشستگی مونن. این آقایان مسئولین هم که به خواب و خرموشی رفتن و گوش شنوا ندارن. و هر کی هم بگیم هیچ که جواب نگو نیست. حدود 10 سال است که الان کارگرها اکثرا جمع شدیم و برای مطالبات ما، ولی متاسفانه تا حالا هیچ گونه کاری برای کارگرها انجام ندادن. اینو از کجا؟ از کار شرکت فرنخ و نازنخ. اون هفته قرار بود جلسه تامین استان تشکیل بدن، ولی بازم دروغ گفتن. هیچ مسئول بنز بی‌جرأتی جواب نمیده. متاسفانه استانداری هم هیچ گونه همکاری با کارگرها انجام نداده. استانداری به داد ما نمیرسه. اون موقع که دلار بود در حد صحبت هم دلار 1500 تومانی بود، پول ما مانده ما الان 35 میلیون، هر کارگری 50 میلیون طلب داریم. کل کارگرها 18 میلیارد طلب دارن. به خاطر این دارن دروغ میگن. دلار الان شده 11000 تومان. همه ما سرباز داریم، همه ما دختر جهازی داریم، همه ما دانشجو داریم، همه ما مریض داریم، مستاجریم. چیکار کنیم آقا؟ حرف ما رو به کی بزنیم؟ و کارگرای همه بخش‌های نیشکر هفت‌تپه، نزدیک 6000 تا کارگر داره این مجتمع، دو هفته است کاملا که درگیر اعتراض و مذاکره با کارفرما و اعتصاب برای گرفتن حقوقای عقب افتادن. همیشه کارگرای این مجتمع عظیم صنعتی درگیر گرفتن حقوقای عقب افتادشون بودن. این بار از 27 مرداد شروع شده اعتصاب. روز پنجم اعتصاب کارگرها برای پیشگیری از درگیری و سرکوب شدن رفتن جلو ساختمان حراست.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه. مدیران حراست سالهاست رسالت واقعی این اداره رو یا گم کردن یا عوض کردن. رسالت واقعی اداره حراست این است که تلاش برای ایجاد فضای امن برای من کارگر که من به بهترین نحو کارمو انجام بدم در امنیت برعکس شده. کل تلاششون در این چند سال برهم زدن امنیت خاطر کارگر بوده. مدیر جدید حراست که یک فرد انتظامی است که آمده از اینجا، ما نیومدیم بهش بگیم باز جنگ داریم، باش حرف داریم. این هم حرفمون هست که باش. اگر اومدی با همون رسالت کار کنی، پشت تیم در خدمت تیم. ولی آقای مدیر حراست، قبلا فرماندهی نیرو انتظامی بودی، الان مدیری. اینجا مدیری نه فرمانده، اینجا محیط کارگری است نه پادگان. و آخری اینجا هفت تپه است نه تهران. مجرم نیستیم ما، توجه دارید. اگر با کارگری با هاتیم، اگر بر کارگری مقابلت میستیم. پس رسالت اصلی تو انجام بده. اینجا مدیری نفرمانده. موضوع آخرم که دیگه آقا اتمام حجت با حضرات کارفرما. خیلی ها میپرسند خب آقایون نماینده نتیجه چی و فلان و اینا، به هر حال چطور کنیم اعتصاب روز پنجم به کجا میخواد برسه. ببینید عزیزان، ما تو کانال نمایندگی نمایندگان اعلام کردیم شما موفق شدید در یک انتخابات آزاد، شورای آزاد و مستقل رو برگزینید و توی اعتصابات همه جا هم اثبات کردن با اتونن. توجه کردید دورمون نگاه کنید، بچه های نمایندن تنهاتون نذارن. ما آماده گفتگوییم، موارد اعتراض و گفتگومون رو توی کانال نمایندگی در 12 مورد نوشتیم. هر چیزی که به ذهن شما میرسه و ما و بهش اعتراض دارید ما نوشتیم و ما آماده گفتگو نمایندگان و شوراهای مستقل کارگری آماده گفتگو درباره این موارد هستند. کارگرای هفت تپه هنوز جواب مطمئنی نگرفتن بعد از 2 هفته. روز 28 مرداد 34 تا از کارگرا که ماه گذشته اخراج شده بودن میرن شرکت از کارفرما میخوان که برشون گردونه سر کار. چیکار کنن تو این بدبختی؟ وقتی موفق نمیشن کارفرما رو قانع کنن، 4 تاشون بنزین میریزن رو خودشون، خودشون آتیش میزنن. که کارگرای دیگه خوشبختانه اونجا بودن، آتیش رو فوری خاموش میکنن، اینا رو نجات میدن. تقدیمی این هفته از زبان اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران هفت تپه به مسئولان جمهوری اسلامی. وقتی میری توی جلسه میبینی از تمام مسئولین که اومدن مثلا مسئله کارگر رو حل کنن، میبینی همه مقابل تو هست. تو فقط کارفرما رو برود نیست، خواهد دیدنها یه لشکر آمده هم از مدیران دولتی و خصوصی همه چی توی یه جبه دارن با تو میشن. اونجا شما میفهمی نظام نظام سرمایه داریست، یعنی وابسته به سرمایه داره، کارگر باید بمیره. درجه دارید؟ برای همین ما امیدی به این مذاکرات نداریم. ولی من چون نماینده کارگری هستم تمام راه ها رو میرم، هر راهی که باشد. من چند ما چنگ میزنیم به دیوار، اینجا ما داریم چنگ میزنیم به دیوار. کسی نیست را کنو بفهمه خوابن اونی که کلیدو ایجوری کرد کجای شرکت چجور نوی؟ چهار تا کارگر رفتن خودشون رو آتیش زدن. لعنت به این زندگی. آقا بیاید ما رو دار بزنیم، من به قرآن به دار راضیم. چه زندگی. قبل از اینکه وارد موضوع اصلی برنامه این هفته بشم، بذارین نکته‌ای رو که هفته پیش در رابطه با
خرج محرم، خرج کردن تو محرم به اصطلاح میخواستم بگم و وقت نشد بگم، بعد ادامه بدیم. ببینین یک آمار، طبق آمار موجود ایرانی ها معادل 2000 میلیارد تومان غذای نظری در ماه محرم توزیع میکنن. پارسال 2000 میلیارد تومان غذای نظری تو هیئت های سینه زنی و تکیه ها خورده شد، در واقع حیف و میل شد. کیا خوردن؟ همه همون میدونیم واقعا کسایی که گشنه بودن. 2000 میلیارد تومان یعنی دو برابر کل بودجه سازمان بهزیستی کشور. روزنامه نگارای خیر نشریات حکومتی آمدن نوشتن اگر مردم فقط نصف هزینه های نظری 10 روز اول محرم را به بهزیستی بپردازند، این سازمان میتواند مقرری ناچیزی را که به ایتام و زنان بی سرپرست میدهد دو برابر کند و گره بزرگی از زندگی قریب 4 میلیون نفر تحت پوشش خود را بگشاید. موقعی مردم حاضر میشوند کمک ها و نزوراتشان را در اختیار نهادهای خیریه دولتی بگذارند که اعتماد کامل داشته باشند که این نهادهای دولتی به نیابت از صاحبان هزینه های خیریه کارشان را به نیکی و سالم انجام میدهند. اما آیا اکنون این جو اعتماد در جامعه جاری است؟ معلومه که نیست. همین 3 روز پیش بود که لو رفت 200 میلیون دلار دولت تدبیر و امید از صندوق توسعه ملی برداشته برای بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه، استان کرمانشاه. هدف این بوده. خرج چی کرده؟ نمایندگان مجلس میگویند از محل اعتبار 200 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی تا به حال مبلغی در مناطق زلزله زده کرمانشاه هزینه نشده و دولت این پول را در جای دیگری مصرف کرده است. اون وقت وضع زلزله زده های استان کرمانشاه رو ببینیم، بعد از 10 ماه که از زلزله میگذره. الان 10 ماه که اینجا زندگی میکنیم، هر دفعه میریم ستادم این روبرومونه، هرچی هم که میگیم اصلا هیچ توجهی بهمون نمیشه. میگیم هرچی میگیم ما الان اینجا زندگی میکنیم تو چادر، یکم کمک رسانی کنید، بچه کوچیک داریم، اصلا میگن یه چشم به ما میگن و هیچ توجهی هم نمی کنن. این خونه اینجا خاله من کنارم ایستادن و این بچهشون 3 ماهه که به دنیا اومده توی چادر با وضعیت خیلی سخت. 3 بارم رفتیم فرمانداری، هیچ توجهی نکردن، گفتیم که یه کانکس لاغل بهمون بدید، بچه‌مون تو گرما سخت واقعا وضعیتمون، اصلا توجهی نمیشه. به اداره آب گفتیم لاغل یه شاخه آب برا ما بکشید، اصلا هیچ توجهی نمی کنن. همیشه میگن شما خب باید خودتون خونه بگیرید، خونه تو وضعیت به این گرونی اصلا هیچ توانایی نداریم. خب معلومه مردم تا بتونن پولی دست حکومتی ها نمیدن، هرچی تالا به حرف حکومت اعتماد کردن بسه. بعض مؤسسه های مالی رو میبینین دیگه، با تشویق دولت که برین کاسپیان و مؤسسه های مجاز دیگه پول بذارین، مردم خودشون رو بدبخت کردن. این نمونه ها رو اشاره کردم تا برسم به این نتیجه که درباره خرج کردن درست در محرم، راهی که روزنامه نگارای خیر حکومتی نشون میدن، تجربه نشون داده که به حساب بانکی دزدای حکومتی میرسه این راه. اصلا چرا باید بدن به حکومت مردم؟ خود مردم هایی نمیتونن این کارو بکنن، نمیتونن به جای اینکه خرج بدن تو هیئت‌هایی که لاتولوتای مداح گرم میکنن، پولشون و نظرشون رو بذارن رو هم بدن به خونه‌های نیازمند تو محله‌های فقیر و حاشیه نشین. نمیشه آدم‌های خیر یه محل یه جا نظرشون رو اینجوری ادا کنن. ما این تجربه رو داشتیم، قبل از انقلاب هم داشتیم این تجربه رو. نمیشه خودشون نظرشون رو بیان ادا کنن، اصلا نظر دارن یا ندارن، وقتی میتونن توی این دهه محرم که خیلی ها فکر میکنن که خرج باید کرد و خیلی ها چشمشون به اینه که خرجی بشه و بتونن یک مقداری به هر حال
گرسنگی رو جواب بدن، اینا برن نظرشون رو اینجوری ادا کنن. خودشون این کار تو محله خودشون انقدر ریش سفید داریم تو محله که از این کارو میکنن، نرن تو تکیه و هیئت حسینیه که جای آدمای گشنه نیست این کارو بکنن. ببینین در هفته گذشته موضوعی که معروف شد به سکس توریسم تو مشهد تو چند تا روزنامه و مجله تو ایران منتشر شد. محمد قانعی، ببینیم من دلم نمیاد، خیلی خیلی عذر میخوام دوستان اتاق فرمان، من باید اینو بگم در پیوند با زلزله بعد ادامه بدم برنامه رو. ببینید اون نکته مثالی که زدم در پیوند با زلزله و اون صحبتهای اون دختر خانم قصر شیرینی رو شنیدین، همین امروز خبری منتشر شده است. تیمور بشیر گنبدی مدیر کل امور بین الملل وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه‌ای که روز جمعه 9 شهریور همین امروز در خبرگزاری مهر منتشر شد گفت بر اساس تفاهم نامه‌ای که اواخر مرداد بین ایران و سوریه امضا شد، ایران 30,000 واحد مسکونی در سوریه احداث می‌کند. نمی‌شد اینو نگم و نمی‌دونم دیگه چی بگم. باری داشتم عرض می‌کردم از قول آقای محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی که گفتم در نشریات حکومتی آمد این خبر در هفته گذشته، براتون می‌خونم خبر رو. محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلداران خراسان رضوی حضور مردان مجرد عراقی در خانه مسافرها همراه با زنان ایرانی را تایید می‌کند و می‌گوید در شهرهای مثل مشهد و قم که زائرپذیر هستند مراوده و مراجعه افراد غیر ایرانی به خصوص عرب‌های عراق خیلی بیشتر مشهود است و حالا با مطرح شدن موضوع ازدواج موقت باید بیشتر مراقب باشیم. اما مراقب چی باشیم؟ به هر حال میرن سراغ آقای محمد قانعی رئیس اتحادیه هتلدارای خراسان رضوی و میگن تکذیب کن، بعدم تا اونجایی که میتونن رو سایت‌ها ور میدارن خبر رو، اون آقا تکذیب میکنه و اینم مثلا برای نمونه وقتی که الان خبر رو بزنین صفحه درخواستی شما موجود نمیباشد. بعد خب مثل اینکه قضیه مثلا تموم شد، حالا رفتن به زور گفتن اون تکذیب کنه و این مثلا خبرم برداشتن و همه چی تموم شد، کل موضوع رو گفتن تا تونستن هی تکذیب کردن. بعدم یک نماینده مجلس فرمودن که هرچه سریع‌تر منابع رسمی مثل وزارت کشور، استانداری و فرمانداری باید در این رابطه گزارشی به مردم بدهن. ما کارها را رها نمی‌کنیم بلکه پیگیری می‌کنیم و اگر صحت داشته باشد قطعاً برخورد خواهیم کرد. این آقای نماینده هم نمیدونم، من در برای شخصش هیچ کاری ندارم. اگر صحت داشته باشد اینا قطعا برخورد خواهیم کرد. قطعا با چی برخورد خواهید کرد؟ با صیغه که در اسلام تشویق شده و شما مبلغش هستین؟ با دینتون برخورد میکنین؟ با مذهبتون برخورد میکنین؟ نعوذ بالله. ایران جمهوری اسلامی، هفته پیشم گفتم، از معدود کشورهایی است که فاحشگی رو به عنوان یک شغل به رسمیت میشناسه. ظاهرا روسپیگری خیابونی رو تقبیح میکنن، ولی تنها نظام حکومتی است در جهان که از خودفروشی با نام صیغه حمایت میکنه. هیچ جای جهان چنین چیزی نیست و مردم رو به سرمایه گذاری در خودفروشی تشویق میکنه. من نمیگم تن فروشی، روشنه که فقط تن نیست که خرید و فروش میشه، جان و روح آدمیزاده که با زندگی و روابط انسانی دیگه کاری نداره، فاصله میگیره از این روابط انسانی. بذارین از خانم نعیمه دوستدار یه پاراگراف براتون بخونم و ادامه بدم برنامه رو. نتیجه نخست فقر محروم ماندن از امکان تحصیل و تبعیض چند جانبه است. در شرایط بحران اقتصادی آمار تن فروشی بیشتر میشود. حاصل آن تصویری که امروز در شهرهای مذهبی ایران می‌بینیم، نه تنها خدمات جنسی ارزان است که ارائه کنندگان این خدمات هم بیشتر شده اند و سخن از 5,000 خانه مسافر تنها در مشهد است،
طبق آماری که هست مشهد در مجموع 7000 خانه مسافر داره، بیش از 5000 تاش فاحشه خونه است. شهر مقدس، رئیسش هم علم الهداست. ای سنگ تقدس این شهر رو به سینه میزنه. نه، نه شرایط اشتغال مناسب برای زنان وجود دارد، نه درآمد کافی. تن فروشی در این کشور اجبار مطلق ناشی از فقر است. این خلاصه است از یک طرف ماجرا. خود آخوندا که به دلیل اینکه صیغه رو حکم الهی میدونن همیشه آلوده و مشوق فاحشگی به اسم صیغه بودن، از سالهای اول جمهوری اسلامی تبلیغ کردن. هاشمی رفسنجانی موقعی که رئیس مجلس بود سال 61 تو نماز جمعه گفت که رواج صیغه برای جوانان مفیده و برای جامعه مهمه. میگه حکومتی که از جوانها عفت میخواهد شرایط تحصیل عفت را هم باید فراهم کند. هاشمی رفسنجانی با بیان اینکه کسی که در محیط رژیم گذشته دچار آلودگی شده است قابل اصلاح است، گفت اگر جلوی متعه را نمی گرفتن و می گذاشتن مردم نیازمند ازدواج موقت کنند، هیچ کس آلوده به زنا نمی شد. او در ادامه گفت فرهنگ جامعه گذشته با تقلید از غربی ها زناکاری را جایز می دانسته، اما ازدواج موقت را حرام کرده بود. یعنی چی زنا؟ این بازی با کلمه ها یعنی چی؟ فقط چون اون چند کلمه ای که شما تعیین کردین بگن به عربی، اون یکم بگه قبل تو خونده بشه میشه عفت، خونده نشه میشه زنا؟ بعد مراکز فاحشه‌گری درست کنین به اسم صیغه و رواجش بدین و حمایتش کنین. اینطوری دیگه آلودگی دنیوی و اخروی وجود نداره، ثواب هم داره. رفسنجانی، حالا اون مال اول جنگ بود، رفسنجانی چند وقت بعدم به هیچ وجه قابل توجیه نیست، اونم اول جنگ بود پس خوب کاری کرد. باز دوباره میخوام بگم ادامه داد اینو، چند وقت بعد بازم اومد به این موضوع پرداخت. حالا خودتون بشنوید. نوشتن که در سالهای گذشته بحثهایی در رابطه با ازدواج موقت مطرح کرد. چه تصمیمی در این رابطه گرفته اید؟ ما برای نبود تصمیم بگیریم، ما راهش ما رو باز کرد. ما گفتیم این مسئله شرعیست و انسانیست و اسلامیست. با اون بحثایی هم که تو روزنامه شد، قبحی که تو جامعه داشت مقدار زیادی شکسته شده. ما فکر میگردیم یکی از مشکلات جدی دانشجوها و بسیاری از مردم ما که نمیتونن به ازدواج دائم برسن و خدا براشون حلال کرده، یه سنت حسنه اسلامی است با یه عرف عادت داره بدنام میشه. من از لحاظ فرهنگی خواستم، از لحاظ قانونی هم قانونش محکمه، اجازه داره دفاتر باید بنویسن، راشم بازی. قبحی که تو جامعه داشت مقدار زیادی شکسته شده، راست میگه. البته بدیهی است که نه فقط به دلیل نفوذ کلام و جرأت ایشون و سقوط فرهنگی جامعه، به دلایل اقتصادی و فرهنگی متعددی که حالا اشاره کردم، ولی برنامه بحثش رو بعداً باید بکنیم. به هر حال کار به جایی رسید که مصطفی پور محمدی وقتی وزیر کشور احمدی نژاد بود، از موضع بالاترین نهاد اجرایی یعنی وزارت کشور، این فاحشگی آخوندی رو تبلیغ میکرد. 12 خرداد 86 خبرگزاری فارس خبر داد مصطفی پور محمدی وزیر کشور در همایش احمدیشی حجاب در قم گفت ازدواج موقت باید با جسارت در کشور ترویج شود. بعدم خب آگهی های خرید و فروش آدم به سرعت زیاد شد. دیدین دیگه، حالا من یه نمونه هایی فقط میگم. عصر ایران گزارش میده، روزنامه عصر ایران. برخی از این دفترخانه های رسمی ثبت ازدواج و طلاق به مؤسسات ازدواج موقت تبدیل شدند و با انتشار آگهی های اینترنتی و پیامکی در صدد جذب مشتریان بیشتری هستند. البته نکته جالب این تبلیغات آن است که مخاطب آنها آقایان هستند. برخی دفترخانه ها همانند مؤسسات همسریابی تصاویر موارد پیشنهادی خود را در آلبومی به رؤیت آقایان
آقایان مراجعه کننده میرسانند و جالب اینجاست که در اینجا دیگر پذیرش عروس خانم شرط نیست و فقط بسته به سن و مدت و غیره مهریه افراد متفاوت است. آقای ه که یکی از این سردفترهای مورد اشاره در شمال شهر تهران است معتقد است که این کار علاوه بر اجر مادی اجر معنوی دارد و به لحاظ شرعی و قانونی فاقد مشکل است. او مدعی است که توانسته است با این اقدام خود جلوی فساد و فحشا را گرفته و از اینکه افرادی به خاطر یک سری مسائل دست به گناه بزنند جلوگیری کرده است. راست میگه. اشتباه کرده. ببینید قانون میگه مثلا آیه قرآن میگه که آقا از مرد تا 4 زن میتونه دائم بره اختیار کنه، هیچ تخلفی هم نیست. صحیح. ولی عقد موقت شما 1 10 تا 20 تا 100 تا هر چقدر توان مالی داشته باشین بتونه اداره کنی، بتونه هماهنگ کنی، بیاد اینجا براتون بنویسیم و هیچ مشکل قانونی هم نخواهد. این سنت حسنه اسلامی که رفسنجانی میگه اینه، فاحشگی قانونی و شرعی است به اسم صیغه و اون فاحشه اون روسپی هم هیچ گونه حقی نداره. حالا بیشتر خواهید دید. بذارین یه تیکه اول از یکی از نشریات خیلی ولایی براتون بخونم. روسپیگری، تن فروشی یا فحشا آمیزش جنسی در قبال درآمد است و باید دانست که این پدیده نامطلوب معمولاً از سن 12 سالگی آغاز می شود و به طور کلی 80% روسپیان در ایران زنان زیر 25 ساله هستند. وحشتناک این است که خودتونم می دونین که آمیزش جنسی در قبال درآمد یعنی فاحشگی، ولی یه صیغه بهش می چسبونین، همین فاحشگی رو میگین ثواب داره و سنت حسنه الهی است. و خب خوشحال باید باشین وقتی یکی از جاذبه های گردشگری ایران جمهوری اسلامی میشود همین ثوابی که میبرید. ایران دیپلماسی نوشته امروز معضلات حضور گردشگران عرب به صورت مشخص مردان مجرد عراقی یا مردان عراقی که بدون خانواده مجردی به شهر می آیند در این کلان شهر مذهبی قابل انکار نیست. کار به جایی رسیده که این زائران بعضاً به شرط حضور بانویی برای ازدواج موقت محل اسکان را انتخاب می کنند و مشاغلی هم پیرامون این بدبستان شکل گرفته است. با چنین اوصاف خیلی خیلی عذر می خواهم، من این لفظ رو به کار می برم. ببینید طرف میره خونه بگیره، میگه اگه خانوم دارین من میام. حالا اومده زیارت امام رضا و چقدر خوندم آمارشو، بیش از 5000 خون مسافر این کارن مرکز فحشا در فقط یه شهر مشهد. و بیشتر کجاها هست اینا؟ در محله اطراف حرم. اون منطقه است. با چنین اوصافی واقع بینانه، ادامه مقاله خود نشریه حکومتی رو میخونم، با چنین اوصافی واقع بینانه و تلخ کامانه باید گفت که این شرایط اجتماعی نابسامان ماست که عرضه ارائه خدمات جنسی در قالب شرعی و چه بسا تقاضا برای دریافت چنین خدماتی را در گردشگران به وجود آورده است. چرا شرایط نابسامان اجتماعی به وجود آمده که اینا پیامدش باشه؟ نظام مقدسی که خودش اکثریت جامعه 80 و چند میلیونی ایران رو به خاک سیاه نشونده، حتی مرهم گذاشتن رو زخمای اقتصادی اجتماعی جامعه براش اهمیتی نداره، چون باید هر چی داره و هر چی میتونه از مردم بگیره خرج اسلام ناب محمدیش بکنه. 14 برابر هزینه برای ساماندهی کودکان کار بودجه به مساجد و مداهان. میبینین دیگه این آمارو. در یک سال برای ساماندهی 1800 کودک کار و خیابون حدود 3 میلیارد تومان هزینه شده و مجموع کمک‌های مالی شهرداری تهران به مساجد، مداهان و نهادهای مداهی 43 میلیارد و 800 میلیون تومان، بیش از 14 برابر هزینه برای ساماندهی کودکان کار و خیابان. اینه
این نظام مقدس. ببینین به آمار دخترهای مزدوج زیر 18 سال نگاه کنین، بیشترین آمار ازدواج های ثبت شده. ببینین این آمار آدم واقعا زبونش بند میاد. 43,000 تعداد دختران مزدوج زیر 15 سال. این آمار فقط در یک سال گرفته شده و بیشترین ازدواج های اینطوری هم در خراسان رضوی صورت گرفته. بیشترین آمار ازدواج های ثبت نشده متعلق به ازدواج های زیر 18 سال در مناطق روستایی کم برخوردار دارای فقر اقتصادی بود که دسته عظیمشان دختر بچه هایی بودند که هرگز ازدواجشان ثبت نمی شد و دسته دوم دختر بچه هایی بودند که به عقد مردانی در می آمدند که این دختران ازدواج دومشان محسوب می شد و این دو گروه، گروه بزرگ ازدواج های ثبت نشده بودند که سالها از ازدواجشان می گذشت و حتی بچه هم داشتند اما نیازی به ثبت ازدواج نمی دیدند. ما در یک سال فقط یک جهش بسیار بزرگ از ثبت ازدواج ها داشتیم و آن هم متعلق به سال اعلام یارانه ها بود و دوباره فروکش کرد و با همون رویه سابق برگشت. این خیلی مهمه، این نکته یارانه. یعنی هر جا، حالا هر چی یارانه باشه من کاری ندارم، اون بحث دیگه، هر جا وضع مالی فرد یا خانواده یه خود تکون خورده، خانواده دیگه تن به فروش بدون ثبت دفتری دختر بچهش نمیده. یعنی ببینیم چه فشاری هست که طرف دخترش رو میفروشه. کیه که آخه دخترش رو میخواد بفروشه؟ هرچند این شرمساری یک کشوره که رسما اجازه ازدواج دختر بچه رو میده، اما همین ثبت یعنی به هر حال کنترل قانونی ازدواج و همین یارانه ناچیز که حالت بیمه بیکاری رو به هر حال داره. اگر نباشه فروش بچه به اسم ازدواج، ازدواج موقت و غیره بدون ثبت قانونی که قطعا خواست خریداره، میخواد ثبت نشه، خیلی مردم میخوان ثبت نشه، دارن چه غلطی میکنن، انجام میشه. یا آمار ببینین، اعداد تلخ درباره وضعیت بانوان ایران. فرض کنیم که این آمار درسته، هرچند مخدوشه. زنها و دخترها رو بدون هیچ معیاری کنار هم تو این جدول گذاشته، ولی همینو ببینین، 60% زنان بیمه هستن و 40% بقیه بیمه نیستن. باید چیکار کنن بیمه نیستن؟ زنان سرپرست خانوار چقدر داریم؟ ببینین 40% زنان مملکت بیمه نیستن. خیلی ها چقدر داریم زنان سرپرست سرپرست خانوار؟ آمارها نشان می‌دهد که در سال 1395 نزدیک 13% از خانوارهای ایرانی را زنان سرپرستی می‌کردند و میزان زنان سرپرست خانوار طی یک دهه منتهی به سال 95 رشد 86% و 86.5% را پشت سر گذاشته. نزدیک 87% روش داشته به دلیل طلاق و غیره و غیره. و جالب اینه که در تنها شهری که شمار زنان سرپرست خانوار بیش از 2 برابر اضافه شده، شهر قومه که آخونده تو صدا و سیماشون میگن از 10 تا در بهش 3 تاش تو این شهر باز میشه. یعنی سقوط ارزش ها، فقط بگین سقوط خانواده، همین، اول در قومه بنابر آمارهای خودشون. آمار کل زنان سرپرست خانوار 3,200,000 نفر. میخوام برگردم به ماجرای بیمه ها. 3,200,000 خانوار. بهزیستی کمک میکنه به اینا اگه شرایطشو داشته باشن، که اولیش از کار افتادگی. چقدر میدن؟ حدود 500,000 تومان، یعنی قانوناً 40% کمتر از حداقل حقوق پایه، میشه 500,000 تومان. خب
همین هم نمیدن. چند درصد از زنان سرپرست خانوار از بهزیستی میگیرن؟ رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطر نشان کرد در حال حاضر 110 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که از این آمار 55 هزار نفر تحت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان هستند، یعنی حدود نصفشون. 110 هزار خانوار از 3 میلیون و 200 هزار خانوار، چون میدونیم دیگه زن سرپرست خانوار شاغل ما چقدر داریم در مملکت، در نتیجه همین معیار رو در نظر بگیریم، یعنی از یک صدم هم کمتر. کجا داریم میرین شماها؟ یعنی هیچی. هیچی. چند درصد از زنان سرپرست خانوار شاغلن؟ هیچ آماری نیست. هممون میدونیم که روحانیت حاکم نگاه شهروند مدار به مردم نداره، شهروند نمیبینه. غیر از تبعیض‌های دینی و مذهبی، تبعیض بین زن و مرد در فکر و عملش هست و چون حاکم بر نظام سیاسی است، اعتقادشو که در قالب فقه جمع کرده تبدیل به قانون میکنه. اینا همه میدونیم. میدونیم. ولی شاید ندونیم که این مشکل اصلی حقوق شهروندی در ایران. این قوانین و احکام که یکیش تشویق به فاحشگی است به اسم صیغه، اینا از کجا میاد؟ ما میلیون ها زن بیوه داریم رو کره زمین. خب زن بیوه چه کنه به نظر شما؟ حالا شوهرش تو جبهه بوده، تو تصادف بوده، تو دریا بوده، تو جاده بوده، بالاخره شوهرش از دست داده. زنان بیوه جوان رو میشه به من بگی؟ شما بگو زنان بیوه جوان چه کنن؟ یک، گناه بکنن؟ اسلام اجازه نمیده. تا آخر اون بسوزن و بسزن، همه متقی هم نیست. پسرهای جوان بیان زن بیوه بگیرن؟ خب نمیگیرن. راهی نیست که بالاخره نیاز طبیعی زنهای جوان هم از طریق عقد موقت، منتها عقد موقت در جامعه ما بیخود تحقیر شد. من معذرت میخوام واقعا که ناگزیرم اینا رو پخش کنم. یکی دو تیکش. استاد اخلاق، مفسر قرآن، مدیر ستاد اقامه نماز، منصوب امام خمینی به ریاست سازمان نهضت سواد آموزی کشور جناب آقای قرائتی. مشکلش اینه که زن بیوه چه کنه؟ مسئولان فکری اجرایی مملکت اصلا فکر اقتصادی ندارن. خمینی از اول گفت اقتصاد و اشتغال مال خره. فکر جنسی فقط دارن، معتقدن که زن بیوه رو جامعه ترد کرده، اسلام که دین رحمانیست میبردش فاحشه خونه برای مردای مختلف، سیغش میکنه. چرا هی میگم فاحشه خونه؟ نمیخوام بگم میبردش برای سیغه، فاحشه خونه باید گفت، چون بنا به قرآن و تفسیر آقای قرائتی کلمه صریح اجرت در کنار متعه یا همون صیغه به کار گرفته شده در قرآن. قرآن فرمود فمستمتعتم به هنه. متعه مال عقد صیغه است. عقد دائم را این کلمه را نمیگن که اگر کامیاب شدی اجرش بده. اگر آخه بعضی ها میگن این مال عقد دائم، اگر عقد دائم باشه کامیاب بشیم و نشیم باید مهر بده. یکی تیکه عقد دائم خوبای خانومی بعد از اینکه صیغه عقد خون تمام مهریه رو خانم حق داره مطالبه کنه. ولی آیه میگه نه، میگه اگر کام گرفتی پول بده. یعنی چه؟ یعنی عقد دائم نیست. عقد دائم که صیغه خونده شد، چه کام بگیریم چه کام نگیریم، همخوابی بشه یا نشه، عمدی بشه یا نشه، باید مهریه بده. اینجا میگه اگر کام گرفتی پول بده، معلوم میشه این غیر از اونه. عقد دائم و کامم نگیری، صیغه که خونده شد زن طلبکاره. اما اینو میگه نه، اگر کام از هم گرفتید باید پول بده، مرد باید پول بده. پس بده صیغه غیر از اونه. علاوه بر این که عقد دائم رو مهر میگن، صدقه میگن، اینو میگه اجر اجورهن نه. روشنه دیگه، اجرت به کارگر داده میشه در برابر کاری که انجام میده، این میگه کامجویه. میگم عوض میخوام که این چیزای چندشنگیز واقعا باید گفت تا روشن بشه. به قول غلام حسین ساعدی بارها شاید گفتم اینو، میگه اگه میخوای زشتی از بین بره، زشتی رو کامل و خوب نشون بده، تو همین کارو بکن. بعد اینا رو گفت. مزد میگیره زن دیگه، میگه اجرت بهش داده میشه کارگر. در اسلام همینه، یعنی زنی که صیغه میشه اگر به تمایلات جنسی صیغه کننده جواب بده اونطور که میخواد، مزدشو میگیره.
فرق آخونده با دلالایی که تو همین شغل شریف کار میکنن و آخون نیستن اینه که در همه جای دنیا همه اقشار جوامع مختلف فاحشگی رو زشت و یک بیماری اجتماعی میدونن، ولی آخونده تبلیغش میکنن و ضروری میدونن برای جامعه اسلامی، و رشد فاحش خونه ها با دلالی آخونده بی سابقه میشه. و سپاهی ها، نه فقط آخونده، نمونه بگم بهتون، فاحش خونه در یزد یه نظامی ادارش میکنه، تبلیغ هم میکنه که این تنها فاحش خونه رسمی یزده. اسم نظامی هم بود، حالا اگه یه بار دیگه نشون بدین توی تبلیغ اول پاک شده بود، تبلیغ دوم اگه تونستیم نشون بدیم، نوردهیه، نمیدونم چیه اسمش دری هست. بله، اجازه بدین که بعدی بیاد با مدیریت و مشاوره سرهنگ نوردی، شاید دارای مجوز شماره فلان، خانه عفاف نور. میرسیم به این خانه های عفاف. ببینین، بذارین قبلش یه نکته رو بگم. میگن در غرب از زن به عنوان کالا استفاده میشه. یک نمونه فقط بهتون میگم. بر اساس آخرین گزارش اداره آمار در سال 2012 زنان در آمریکا، زنان صاحب 36% از تمام کسب و کارهای ایالات متحده هستند. این یک افزایش 30% را از سال 2007 نشان میدهد. نشریه فوربس سال 2016 را دوران طلایی زنان کارآفرین خوانده و اشاره میکند که شرکت هایی که زنان آنها را اداره می‌کنند با میزان 8 برابر بالاتر از کسب و کارهای دیگر در حال وارد شدن به بازارهای سطح میانه هستند. یعنی شرکت‌هایی که بین 100 میلیون تا 3 میلیارد دلار درآمد دارند. 8 برابر رشد زنانی که دارن این شرکت‌ها را اداره می‌کنند بیشتر از شرکت‌هایی است که مردا دارن اداره می‌کنند تو همین سطح. وقت تو نظام مقدس جمهوری اسلامی واسه چگونه است؟ از 7 میلیون فارغ التحصیل آموزش عالی 2.5 میلیون نفر بیکار مطلقند. 4 میلیون نفر دیگه فقط 10%شون تو رشتهشون کار میکنن. بقیه یا راننده آژانسان یا خدمتکارن یا به هر حال دربونن، کارهایی که هیچ ربطی به مدرک و موقعیت تحصیلشون نداره. و تازه تو این وضع موانعی که حکومت رسما اعلام میکنه برای اینکه زن از اجتماع بره بیرون و فقط تبدیل بشه به برده جنسی مرد که گفتم نمونه هاشو، البته با خوندن صیغه، حتی از بازار اشتغال زن باید حذف بشه تا تبدیل بشه رسما، تا تبدیل بشه به اونی که آخون میخواد. بر اساس دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دولت، از مجموع 3000 سهمیه استخدامی دولت در آزمون سال 95 بیش از 960 مورد فقط برای مردان و تنها 15 مورد برای زنان بوده است. ببینین این سازمان‌های دولتی، این وضع آزمونه و بعد سازمان‌های دولتی ببینین برای چه شغلایی فقط مرد استخدام می‌کنن. ببینیم نگاه کنین تا من براتون بخونم. برای مثال براتون میگم، ببینید سازمان دامپزشکی کشور، اینا کارهاییه که فقط مردا باید بکنن، میتونن بکنن و زنها مطلقا راه ندارن در اینجا. چیه؟ سریع براتون میخونم ببینید که خودتون نتیجه بگیرین دیگه. کارشناس امور فرهنگی، کارشناس بهداشت دام، کارشناس تحلیلگر سیستم، کارشناس حقوقی، کارگزین، کارشناس امور دارویی، روانشناس، حسابدار، مسئول خدمات مالی، مهندس برق، پرستار، پزشک عمومی، کارشناس امور فرهنگی، کارشناس حقوقی دوباره، مربی ورزش، مراقبت امور تأمینی، مددکار اجتماعی، متصدی امور دفتری، کارشناس امور دفتری، دامپزشک، حسابرس. اینا همه کارهایی است که سازمان دامپزشکی کل کشور اعلام کرده است که فقط مردان می توانند استخدام شوند، نه زنان.
نتیجه چی میشه؟ اون نتیجه اجتماعی که بخششو دیدین، نتیجه میشود که در دنیا در ردبندی آخر هستیم. از 3000 شغل در قانون استخدامی کشور حدود 1000 شغل فقط مال مرداست. یعنی از هر 3 شغل یکیش رسماً مال مرداست. اینکه غیر رسمی حالا تو هر اداره مرد به جای زن استخدام میشه جای خود. اینا رسمی قانونی، به همین دلیله که آمار زنان شاغل فقط 11%. وقت دولت تدبیر و امید فقط برای 2 ماه اول امسال 22 میلیارد تومان بودجه داد به شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران. 22 میلیارد تومان فقط برای 2 ماه که بشنن سیاستگذاری کنن، سیغه گذاری کنن. مگه خانه های عفاف یعنی فاحشه خونه های اسلامی از کجا اومد؟ از همین بودجه های کلان و جمع های حوزوی و حکومتی دیگه. خانه عفاف طرحی بود که برای اولین بار توسط جامعه اسلامی ناصحین قم در سال 73 تهیه شد و برای سازمان‌های مختلف فرستاده شد. سال 81 این طرح از طرف وزارت کشور به دولت خاتمی داده میشه. خاتمی خودش مخالفت میکنه با این طرح. مجلسش شما مخالفت میکنه. طرحو کی تهیه کرده بود؟ دانشگاه آزاد. آقای رفسنجانی تهیه کرده بود. همین دوروبری هاشون رو میگن پشت سر مرده افتاد. همین طرح خانه‌های عفاف امروز داره در کشور اجرا میشه. همین حرفایی که قرائتی زد، رفسنجانی زد، سردفترهای ازدواج و طلاق میزنن به قول خودشون، عملیاتی شدن همین طرحه. ببینید تو اساسنامه طرح خانه عفاف آمده با توجه به واقعیات جامعه و نظر به وجود نمونه‌های زیر، یکی از ابزار موفق در مقابله با تهاجم فرهنگی تسهیل و گسترش امر ازدواج است. موارد زیر یعنی بانوان بی سرپرست و همسر از دست داده، بانوانی که نمیخواهند همسر دائمی مردی باشند ولی حاضر به ازدواج موقت و کوتاه مدت هستند، دانشجویان و محصلانی که امکان ازدواج دائم برای آنها نیست، مردانی که به دلایلی کسی با ایشان ازدواج نمیکنند، مردانی که زنانشان مشکلاتی از قبیل طولانی شدن مدت بیماری دارند و افرادی که دائم السفر هستند و دور از عیال دائمی خود به سر میبرند. چیزی که وجود نداره عاطفه است و تعهد. بعد اهداف طرح مؤسسه عفاف از رو خود اساسنامه‌اش دارم میخونم. الف، احیاء سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. ب، مقابله با تهاجم فرهنگی استکبار جهانی از طریق تسهیل امر ازدواج. بعد با همین، بله مختصر عرض میکنم که با همین اعتقاد حق بازی، راننده امام خمینی موقع ورود امام به ایران یعنی سردار محسن رفیق دوست میشه یکی از بلند آوازه ترین صاحبان همین خانه های عفاف رفیق دوست. بعد از ریاست بنیاد مستضعفان که خمینی بهش داده بود که در جریان کار تو اون بنیاد پربرکت به گفته خودش بیش از 330 دستگاه آپارتمان میسازه، کارخونه داروسازی لغمان رو میخره و بنیاد تعاون نور رو راه میندازه. بنیاد تعاون نور تا سال 88 79 تا دفتر فقط تو تهران داشت. من نمیدونم الان چند تا دفتر داره. اسمش وقتی خیلی این بنیاد مطرح شد که فاحشه خونه کرج سال 1379 بود فکر میکنم لو میره، یه دختر 17 ساله خونه هدایت اسلامی کرج، اسمش هدایت اسلامی کرج، یه دختر 17 ساله به اسم سمن فرار میکنه، ماجرا رو واسه پدر مادرش میگه، اونا میرن شکایت میکنن، حجت الاسلام هادی منتظری مقدم رئیس دادسرای دادگاه انقلاب کرج و رئیس خانه هدایت اسلامی کرج که زیر نظر بنیاد تعاون نور محسن رفیق دوست اداره میشد بازداشت میشه. ایشون که بهشون گفتن قاضی محترم انقلاب کرج با وثیقه آزاد میشه. با اون دختر که اسمش سمن بود و فرار کرده بود و ماجرا رو افشا کرده بود کشته میشه. هیچ اثری دیگه ازش نیست. خانه هدایت اسلامی کرج
که بهش میگفتن بنیاد خیریه گل یاس، این آقای رفیق دوست دیگه میشناسینش، یه مرکز خصوصی بود که به نگهداری و به نگهداری بیش از 1000 دختر با سن 7 سال به بالا در طی چند سال دوران فعالیت خود میپرداخت. بعد عرض کردم اون فرار میکنه و بعد گزارش‌ها در رسانه ها منتشر میشه و اتهامایی که زده بودن به حجت الاسلام رئیس دادگاه انقلاب کرج، رو بودن دختران، بهره‌گیری جنسی رئیس دادگاه انقلاب کرج و برخی دیگر از مقامات بلند پایه از دختران، معتاد کردن و تجارت آنان، این مرکز زیر نظر بنیاد نور. یک لحظه فقط ببینید که آقای بنیاد نور چی میگه. محسن رفیق دوست به این دلیله که همچنان همه کار است. من آرزو میکنم که یک، در جمهوری اسلامی مقدس ایران همه پیرو ولی فقیه باشن و ساز دیگه نزنن و خدا این انقلاب ما رو زمین ساز قیام امام زمانمون قرار بده. پرده آخر. موفقیت نداره، مشکلاتی هم داره، دستش نداریم، همون وضع باشه. تدریجم درست میشه، نسبتاً خوب و راحته. اولین نسبتاً خوب و تدریجم درست میشه، دو بهتره، ولی هر دو از دعا و صدقه غفلت نشه. اطلاعات سالم و بسیار خوب، یه قدر مشکل ارزش داره. موفقیت نداره، به دردم نمیخوره. اولی نمیشه، به دردم نمی کنید، دو اقدام کنید اگر بشه خوب، شما همکاری نیستون. اولی با رعایت روابط مقداری هم مشکل تا حدود کنید، دو نمیشه، به دردم نمی کنید. اولی گرچه مشکل، عاقبتش ارزش داره، دو تفاهم نمیشه، به هدف نمی رسید. شب و روزگار خوش.